بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه آقا امام حسین علیه السلام، شبکه‌ای که الحمدلله و المنه افتخار خدمتگذاری و خدمت رسانی به اهل بیت علیهم السلام رو داره و معرفت اهل بیت رو از طریق این شبکه ماهواره‌ای سعی می‌کنه به سرتاسر جهان مخابره بکنه. شبکه‌ای که تمام تلاش و هم و غمش این هستش که یک حسینیه در ابعاد جهانی رو به منصه ظهور برسونه. الحمدلله تا الان هم نه که حرف من بخواد باشه، حرف بینندگان عزیزی بوده که برای ما پیغام میفرستن و الحمدلله موفق بوده این شبکه. انشالله امیدواریم که به برکت آقا امام زمان و دعای خیر شما بینندگان عزیز باز هم موفقتر باشه و بیشتر و ثابت قدمتر بتونه معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو به جهانیان مخابره بکنه. بحث های زیادی در شبهای قبل انجام دادیم معرفت اهل بیت. یک نکتهش رو میخوام الان خدمتون عرض بکنم که جا هم داره اینجا. یکی دو شب پیش عرض کردیم خدمت شما جناب حاج آقا اولیا مهر، خدمتون فرمودن که وقتی که حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا، وقتی که ایشون ظهور میکنند و دیوار کعبه به دیوار کعبه تکیه میدن، خودشون رو اینطوری معرفی میکنن: من فرزند کسی هستم که با لب تشنه شهید شد. خودشون رو با نام آقای امام حسین علیه السلام معرفی میکنن. این یعنی چه؟ این یعنی که آقای امام حسین علیه السلام در زمان ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ولی نعمتمون آنچنان معرفی شدند که همه دنیا و جهانیان میشناسن آقا امام حسین رو. به همین خاطر هستش که آقا امام زمان به این شیوه و روش خودشون رو معرفی میکنن. یکی از وظایف شبکه امام حسین، برنامه سرزمین عشق و سایر برنامه‌های این شبکه انشالله این هستش که این معرفت رو انشالله وارد تک تک خونه‌های مردم بکنه، نه فقط مسلمانان، نه فقط شیعیان. ما هدفمون این هستش که به تمام جهان این معرفت رو منتقل بکنیم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. با این بحث و مقدمه و عرض سلامی که خدمت شما کردم، پیشاپیش میلاد با برکت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. هرچند هنوز دو روز مونده، فردا نه پس فردا روز جمعه روز تولد آقا امام زمان هستش، ولی کن حقیقتا دل ما دیگه تحمل نداره. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه حق باشید، آماده باشید تا انشالله یکی دیگه از برنامه سرزمین عشق رو در خدمتتون باشیم با کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای علیرضا اولیامهر. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان محترم شبکه مقدس و نورانی حضرت امام حسین سلام الله علیه عرض سلام دارم و اعیاد شعبانیه بالاخص عید بزرگی رو که پیش رو داریم، نیمه شعبان، ولادت قلب عالم امکان حضرت مولانا حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین علیه الفدا، به همه این بزرگواران تبریک عرض میکنم. انشاءالله که امسال پروردگار متعال سال ظهور حضرت قرار بده و چشمان ما رو منور کنه به اون جمال آفتاب. الهی آمین. احسنت آقا، واقعا دعای بسیار شایسته و زیبا. اجازه بفرمایید یک سلامی هم به آقای امام حسین علیه السلام و استر بالفضل بدیم و طبق روال گذشته بعد از اون بحث برنامه رو شروع بکنیم. در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء وللحسن والحسين عليهم السلام. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلا ورحمة الله وبركاته. امشب نمک به سفره دنیا گذاشتم، امشب به روی دامن نرگس از آسمان ماهی به نام مهدی زهرا گذاشتم. امشب به خانه حسن عسکری برو، چون راه را برای همه واگذاشتن. از بس که آمدن پی دست بوسیش، از بس زیاد دل روی دل جا گذاشتن. یوسف ببین که آخر صف ایستاده است، او را برای نوبت فردا گذاشتن. لیلا لیلا صفات ها همه مجنون صفت شدند، از عشق سر به دامن صحرا گذاشتند. امشب پدر به خال پسر بوسه می زند، انگار کعبه روی حجر بوسه می زند. از یک طرف شبیه نبی با ملاحت است، از یک طرف شبیه علی با عطوفت است، از یک طرف چو مادر سادات غرق نور، از یک طرف شبیه حسن با صلابت است. با این همه صفات جمال و جلالیش، ارثی که از حسین گرفته شجاعت است. چشمش غضب ز حضرت عباس دارد و ابروی این پسر خود تیغ ولایت، مثل علی اکبر ارباب قد بلند، مانند عم زینب خود با ابهت است. دست توسل همه انبیا به اوست. چرا؟ از بس که کار دست کریمش کرامت است، طاووس جنت آمده زیباتر از همه. آقای آسمانی آقا تر از همه. میاد که چی کار کنه؟ او میرسد که عدل علی را به پا کند. درد مردم و نه درد طبیب های جهان را دوا کند. او میرسد که تربت مادر عیان شود، بعد از مدینه روی به کرب و بلا کند. میزنی دارم به روز آمدنش فکر میکنم، وقتی برای فاطمه گنبد بنا کند. عیسی مسیح میرسد از قلب آسمان، تا این که در نماز به او اقتدا کند. به به بر کعبه تکیه میزند و قصد کرده است
با صوت حیدری همه من را صدا کنند. خب بینندگان عزیز و ارجمند، فکر کنم دوستان در اتاق کنترل، اتاق فرمان، تصاویر زیبایی از حرم آقا امام حسین علیه السلام رو هم به صورت زنده و مستقیم خدمت شما تقدیم کردن که جا داره تشکر بکنم از دوستان پشت صحنه برنامه سرزمین عشق و سایر برنامه‌های این شبکه امام حسین. خب دوستان زحمت بسیاری میکشن تا این تصاویر رو فراهم بکنن، تهیه بکنن و خدمت شما مخابره بکنن. انشالله که اجرشون عند الله و عند آقا ابو عبدالله حسین محفوظ هستش. جا داره تشکر بکنم از این دوستان زحمت کش. و اما راجع به بحث برنامه سرزمین عشق، معرفت اهل بیت، عصمت و طهارت علیهم السلام که در خدمت آقای اولیا مهر هستیم، من بحث رو با یک سوال شروع میکنم راجع به برنامه دیشب. حاج آقا ما دیشب بازم عذرخواهی میکنم، وقتمون تموم شد و فکر میکنم روایتی رو داشتید قرائت میفرمودید نیمه تماممون. اگر اشکال نداره خواهش میکنم اون روایت رو تکمیل بفرمایید که حالا بینندگانی که احیانا دارن برنامه ها رو پیگیری میکنن حتما اون قسمت براشون تکمیل بشه و بعدش وارد بحث بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. بحثمون که در این شفا راجع به معرفت اهل البیت علیهم السلام خاصه مقام والای امام معصوم بود، بله، در چهار شب اخیر تطبیق دادیم با مقامات امام حسین صلوات الله و سلام علیه و زیارت مطلقه اول امام حسین سلام علیه. رسیدیم به فقره ای در مورد کفالت آقا امام حسین سلام علیه که نه تنها حضرت امام حسین صلوات الله و سلام علیه مقام کفالت تمام شیعیان و محبین و موالیشون رو دارن و تمام اهل البیت علیهم السلام همچنین هست و روایتی بشارتی خوندیم و چون این شبها هم مناسب است با اعیاد شعبانیه، این روایت بشارتی رو یک مرتبه دیگه انشاءالله قرائت. روایت در بحر المعارف مال مرحوم مولا عبدالسمد حمدانی اومده، جلد اول صفحه 74 و تعویل الایات الظاهره مرحوم السرابادی جلد دوم صفحه 593 اومد. روایت از مرحوم شیخ توزی رضوان الله تعالی علیه به اسناد معتبرش از وجود مقدس آقا حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر صلوات الله سلام الله علیه. واسطه این روایت جناب زید ابن یونس شحامه که زید شحام مشهوره. زید شحام میگه که تشرف پیدا کردم محضر مقدس آقا حضرت موسی بن جعفر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، عرض کردم که الرجل من موالیکم یشرب الخمر و یوب و یرتکب الموبق من الذنب نتبرع من. عرض کردم که ابن رسول الله بعضی از محبین و موالی شما اعتقادن شیعه است و محبین و موالی بعضی گناهان بزرگ رو انجام میدن، نظیر اینکه شرابخواری میکنه و بعضی معصیت هایی رو که وعده هلاکت به اونها داده شده موبقه هلاکت آوره انجام میدن، آیا ما از اینا براءت بجوییم؟ یعنی از نفس این افراد اینها رو طرد کنیم، خود شخص رو کاملا طرد کنیم، طرد کنیم، اصلا براءت بجوییم از این افراد؟ حضرت فرمودن فقال علیه السلام تبرعوا من فعله ولا تبرعوا من خیره و ابغضوا عمله. عرض کرد آقا امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه فرمودند که از فعل همچه شخصی شما براءت بجویید، فعلش رو رد کنید، ولا تبرعوا من خیره، ولی اگر عمل خیری داشت خیرش رو رد نکنید و عملش رو مبغوض بگیرید و نسبت به عملش واکنش نشون، فقط عملش رو تقبیح بکنید، خود شخص رو تقبیح نکنید. قلتو یتسع لنا ان نقول فاسق فاجر، آیا جائز برای ما، زید شحام میپرسه که آیا جائز برای ما به همچین کسی بگیم این شخص فاسق و فاجر است؟ حضرت فرمود فقال لا یتسع، نه جائز نیست.
ابا الله ان یکون ولینا فاسقن فاجرن و این عمل ما عمل. حضرت فرمودن به این که پروردگار متعال عبا داره از این، من میکنه از این که ولی ما کسی که ما رو دوست داشته باشه فاسق و فاجر باشه. و این عمل ما عمل، هرچه هم که از معاصی یا خطاها عمل بکنه. بالاخره چون خلقت این از تینت اهل البیت، تینت این همچه شخصی پاکه، خیلی مهمه. تینت شیعه از اون تینت اهل البیت خلق شده، فلذا نمیشه به همچین جسارتی رو به این شیعه کرد. و مطلب بعدی اینه که این محبتی که در دل این هست بسیار مطلب با ارزشیه. کسی که ولایت رو در قلبش داره ارزش داره، و لذا نمیشه به این فاسق و فاجر گفت و هرچه که خطا و معصیتی هم کرده باشه. حضرت فرمودند ولیکن قولو فاسق العمل فاجر العمل، یا اینطوری بگین یا بهش بگین که بگین فاسق العمل این، فاجر العمل این، مؤمن النفس مؤمن النفس نحن عنه راضون. بهش بگین که این فاسق العمل فاجر العمل، اما نفسش مؤمنه، نحن عنه راضون، به خاطر اینکه ما اهل بیت از همچه شخصی راضی هستیم، از نفس این شخص راضی هستیم، به عنوان که موالی و پیرو اهل بیت هستش. ببخشید یک سطر من حالا جلوتر اومدم. مؤمن النفس خبیث الفعل طیب الروح والبدن، همچنین شخصی مؤمن النفس فعلش خبیثه اما روح و بدنش طیبه. حالا اینطور هم میشه قرائت کرد که ولیکن قولوا فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس خبیث الفعل طیب الروح والبدن لا والله لا يخرج ولينا من الدنيا الا والله ورسوله ونحن عنه راضون. به خدا قسم آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه فرمودند که کسی که محب و موالی ماست، ما رو دوست داره، از دنیا خارج نمیشه مگر در حالی که خدا و پیغمبر و ما اهل بیت از این شخص راضی هستیم. یحشره الله ما فیه من الذنوب مبیضا وجهه مستوره عورته آمنه روعته لا خوف علیه ولا حزن و ذلك انه لا يخرج من الدنيا حتى لا يصفى من الذنوب. اما که توضیح بدن حضرت فرمودن پروردگار متعال همچه شخصی رو طوری محشور میکنه هر چه گناهی هم که داره، مثل سایر کفار نیست که صورتش روز قیامت سیاه بشه، مبیض وجه روحش سفیده. پروردگار متعال آبروی محب و موالی ما رو نمیبره در روز قیامت. مستورتن عورتو، عیب و ایرادش مستوره، پوشیده هست. آمنتن روعتو، ترس و خوفش هم مأمونه، در امان هست، ترسی هم نداره. لا خوفن علیه ولا حزن، نه ترسی داره و نه حزنی. چون میتونه اینو داخل پارانتز عرض کنم، بله. چون اعتقادش اینه که کفیل من اهل بیت، بله. امام حسین کفیل منه، خودش کارها رو درست میکنه. و حضرت فرمودن به خاطر اینکه همچه شخصی از دنیا خارج نمیشه مگر اینکه از تمام گناهانش پاک میشه به چند وسیله، بله. اما به مصیبت فی مال او نفس او ولد، یا اینکه مصیبتی در مالش به این میرسه، درست. یا در اولادش مصیبتی به این میرسه، یا در نفسش، بله. خب کفاره گناه میشه، او مرض، یا مرضی بهش میرسه، بله. کفاره گناه میشه و بخشیده میشه. و ادنا ما یصنع به ولینا ان یریح الله رؤیا محولة فیصبح حزینا لما یراه فیکون ذلك کفارة له او خوفا يرد عليه من اهل دولة الباطل او يشدد عليه عند الموت فيلقى الله عز وجل طاهرا من الذنوب آمنة روعته. حضرت فرمود کوچکترین چیزی که با این به ولی ما گناهانش جبران میشه، بله. اینه که پروردگار متعال یک خواب ترسناکی به این نشون میده، یک رویای ترسناکی میبینه در خواب، صبح که بیدار میشه خیلی مخشوم و ناراحت از اون چی که دیده، همین کفاره گناهش میشه. یا اینکه از اهل دولت باطل یک ترسی به این میرسه، بله. خب همین کفاره گناهش میشه. یا اینکه نه، اگر وضعش خیلی خراب بود تا زمان مرگم ادامه داشت، بله. در اون موقع جانکنشی
این جان دادنش خیلی سخت میشه. یشدد علیه عند الموت، زمان موت و جانکنشی به این شدت گرفته میشه، کارش شدید میشه این جانکنشیش. فلذا وقتی که همین کفاره میشه، وقتی پروردگار متعال رو ملاقات میکنه، طاهرا من الذنوب، کاملا پاک از گناه و از ترس هم در امانه. به محمد و امیر المؤمنین علیه السلام، امنیتش به خاطر پیغمبر و امیر المؤمنین سلام الله علیه. چرا؟ چون در روایتی هست که انا و علیون ابوا هذه الامه، اینها والدین حقیقی ما هستند، پدران حقیقی و معنوی ما. حتی در روایاتی هست که ائمه اطهار علیهم السلام والدین هستند، و این آیه‌ای که در مورد سفارش به والدین کرده، یکی از شأن نزول و تعویلات این آیه وجود مقدس آقا امام حسین سلام الله علیه. بسیار عالی. بعدش فرمودن که ثم یکون امامه احد الانبیاء، بعدش که این شخص مرد، مقابلش دوتا کار پیش میاد، دوتا از این امر. رحمت الله الواسعه التي اوسع من اهل الارض جميعا، یا رحمت واسعه پروردگار متعال با این برخورد میکنه که از تمام اهل زمین این اوسعه، تمام اهل زمین رو این رحمت واسعه خدا میتونه بگیره. یا به سبب این بخشیده میشه، اگه رحمت واسطه ام نبود، او شفاعت محمد و امیر المؤمنین ان اخطعت رحمت الله ادرکت شفاعت نبیه و امیر المؤمنین صلوات الله علیه. ما اگر رحمت خدا هم این رو شامل حالش نشود، شفاعت پیغمبر رو امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه شامل حال همچین شخصی میشه و طاهر من الذنوب و پاک به حساب. آقا من میخوام فقط از این بیاناتی که جناب علی فرمایید و این روایت، دو تا مطلب رو میخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم. یکی این که مطالبی که فرمودید در مورد شخصی هستش که یک گناهی را انجام داده، نافرمانی از خدا انجام داده و به این ترتیب پاک میشه. بالاخره خدا غفار و ذنوب هستش، خدا ارحم و راحمین هست، خداوند یک شرایطی رو فراهم نکرده که انسانها رو بیاره اونجا بخواد به یوغ بکشه، بخواد اذیتشون بکنه یا آتیش بزنه و انجور صحبت ها. این هم تمام تفکراتی هستش که متاسفانه کسایی به دین این تفکرات رو القا میکنن و منتسب میکنن که خودشون از مباحث دینی اطلاع زیادی ندارند. حالا بگذره از توصیفات دیگه‌ای که شاید در حقشون بشه انجام داد، شخص گناهی رو انجام داده، نافرمانی خدا رو انجام داده و به این صورت خدا پاکش میکنه، چگونه است که ما شخصی رو، خودمون شخصی رو به خاطر حرفی که زده و مخالف رأی شخصی ما هست میایم و اون رو کلن یا تکفیر میکنیم یا میایم اون رو رد میکنیم یا همون لقب فاسق و فاجر رو اینجور چیزها رو بهش میزنیم، برادر ایمانی خودمون رو میایم جوری به او تهمت میزنیم، جوری او رو مورد خطاب قرار میدیم که از کافر ذمی هم در نظر دیگران بدتر بشه. این رو باید واقعا دقت بکنیم اگر ما خودمون رو پیرو آقا موسی بن جعفر علیه السلام میدونیم. مطلب دومی که میخوام عرض بکنم این هستش که این روایت فقط نباید اشتباه برداشت بشه، یعنی مجوزی برای انجام گناه برای کسی نباشه. کسی فکر نکنه که خب حالا که یه همچین روایتی هست من مجوز دارم که هر گناهی رو میخوام انجام بدم بعدش بخشیده میشه. نه، کوچک شمردن گناه و در حقیقت پس دونستن گناه به این که خب این گناه گناه کوچکی هست بذار انجام بدم، این خودش از گناهان کبیره هستش. و اگر کسی اینقدر جرأتش زیاد بشه و گستاخ بشه نسبت به انجام گناه، ناخودآگاه چه بسا محبت اهل بیت هم از دلش خارج بشه و نسبت به خداوند هم کافر بشه. یعنی این مراحل خدای نکرده در حاویه و در سراشیبی سقوط قرار گرفتن براش سرعتش بیشتر میشه. این موارد آقا اگر من اشتباه میگم بفهمید، اگر هم درست میگم بازم بفهمید جناب عالی، برای کسایی هستش که خطاهایی رو انجام میدن ولی که قلبا نمیخواد انجام بده چون موالی اهل بیت علیهم السلام هستش، ولی به هر حال به هر دلایلی خطاهایی رو انجام میده و خودش حداقل از کرده خودش پشیمون هستش. آقا من در خدمتتون هستم برای ادامه بس، اگر در این زمینه هم مطلبی که بنده فرمودم اگر باز هم موردی داشت تصحیح بفرمایید ممنون میشم. من در تکمیلی فرمایش حضرت عالی این رو عرض کنم که همچنین روایاتی مجوز گناه نیست، اینها ناظر به
چند مطلبه. یک اینه که شخص واقعا محب و موالی اهل بیت علیه السلام باشه. کسی که محب و موالی اهل بیته واقعا یک جوان مردی هم رسبت به اهل بیت باید داشته باشه. احسنت. که هر کسی هر کاری رو انجام نمیده. اگر خدا اینه که خطایی لغزشی اهلی داشته، انسانه، نه اینکه جایز الخطا، ممکن الخطاست، بله. اهل بیت از دستش میگیرن. و الا اگر واقعا مثلا در مورد نگاه به نامحرم جوانی واقعا جوان مردی و فتوت داشته باشه، ارزش چشمی که گریه بر امام حسین کرده بدونه، بینی و بین الله راضی میشه بگه این چشمی که من گریه کردم بر علی اکبر، بر امام حسین، اینو اونقدر تنزلش بدم که با یک جرثومه فساد نگاه کنم به این و این چشمو آلوده کنم. اگر محب واقعی اهل بیت باشه، تمام وسایلی که متعلق به اهل بیت هستن مواظبت میکنه از اینها. در روایاتی خوندیم که روایات های سابق در باب ولایت، حالا مناسبتش اومد عرض کنم، ولایت اهل بیت علیهم السلام رو تأکید کردن و حد و حدودی هم براش گفتن و فرمودن روایتی است از وجود مقدس آقا امام باقر و امام صادق صلوات الله سلام علیه، روایت اینه که رحم الله من حبس نفسه علینا، رحم الله من احیا امرنا. ما از آخر ترجمه کنیم، اینکه خدا رحمت کنه کسی که احیای امر ولایت ما رو بکنه، امر ولایت ما رو احیا کنه. بله. و بعدش حضرت فرمودن خدا رحمت کنه کسی رو که تمام وجودش رو حبس ما کنه، یعنی وقف. درست. کسی که موقوفه اهل بیت باشه، بذارین یه مثال بزنم، آیا وسیله‌ای که موقوفه مسجده جایز هست ولو ساعتی در حسینی استفاده بشه؟ خیر. خروج وسایل وقفی از اون محل وقف جایز نیست. بس. یعنی تمام ساعات و ثانیه ها و سال باید در همون محل وقف شده بمونه. فلذا کسی که وقف اهل بیت علیهم السلام باشه، اینها محدوده پیروان خودشون رو اینطوری نشون دادن. بس. کسی که وقف اینها باشه دیگه جای دیگه ای باید دقیقا تو چارچوب اهل بیت باشه، خارج از این چارچوب. اگر خطایی کرد قهری بالاخره از دستش میگیرن، اینها بزرگوارن، ولی مجوز نیست که انسان پرده دری بکنه. بس. یک مطلب اینه، این به خاطر مسئله اعتقاده که اعتقاد اونقدر مهمه که وقتی این اعتقاد ولایت بود یا حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا یضر معها سیئه، واقعا چیزی در عالم نمیتونه به این ولایت ضربه بزنه. مطلب دوم عبارت است از این که همون که اشاره فرمودید، بعضی معصیت ها هست طبق آیات قرآن کریم، انسان اگر بعضی معاصی رو انجام بده خدا نعمت ایمان رو ازش سلب میکنه. ایمان واقعی یعنی ولایت داشتن. چه تضمینی داریم که کسی معصیتی بکنه نعمت ولایت ازش سلب نشه؟ وقتی ولایت سلب شد تموم شد. خیلی ها زبیر 25 سال در خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه زندگی کرد. بله. کسیه که هر وقت پیغمبر عظیم و شأن اسلام بهشون میفرمود که نسبت به علی تو رو سفارش میکنم، ایشون اظهار فداکاری و حمایت میداد و حضرت سفارش میکرد که مبادا روزی بیاد که مخالفت با این بکنی. همین شخص که کسی بود که در اوایل هجوم به بیت حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها در حمله دوم دفاع کرد. حمله اول یادم دوم اومد و دفاع کرد از خاندان عصمت، ولی آخرش چی شد؟ وقتی نعمت ولایت سلب شد رفت و در واقعه جمل علیه امام مفترض الطاعه شمشیر کشید. تا این حد پیشرفت کرد. کسی بود صحابه پیغمبر، در جنگ ها شرکت کرده، فداکاری ها نشون داد، آخر نعمت ولایت ازش سلب شد. فلذا در یکی از خب زیارت بعضی زیارت ها، من جمله زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله و صلوات الله علیها، این رو میخونیم که ولا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا اون چه رو که من در اون هستم، یعنی نعمت ولایت رو از من سلب نکن. یعنی این امکان داره که از انسان سلب بشه، از شیعه سلب بشه، از
محب سلب بشه. فلذا مواظب باشه که انسان یک گناهی میکنه، خدایی نکرده از چشم ائمه اطهار علیهم السلام سقوط میکنه. کسی بود خدمت مقدس وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه داشتن در مسیری میرفتن، این یک خادمی داشت، کسی بود که هم صحبت امامه، اونقدر ترقی کرده بود که کنار حضرت داشت میرفت، خادمی داشت، برده بود. این تأخیر کرد، با کمال اعتذار برگشت و به این گفت که فلانی یبن الفائله، کجا هستی؟ زود باش بیا. یعنی فرزنده یک زن بدکار. بله. حضرت فرمود که چرا همچی حرفی زدی؟ عرض کرد خب این معلوم نیست پدر مادرش که اینا بردن، معلوم نیست ازدواجشون چطور بوده فلان. شرعی بوده. حضرت فرمود که لکل قوم نکاحون، هر قومی نکاح خاصی داره، آداب سنت نکاحش با اون عمل منافی عفت فرق داره. فلذا حضرت تا آخر عمرش دیگه اینو ترد فرمودن، هم صحبتی با خودشون تردش کردن این شخصو. فلذا خیلی این مسئله حساس. خب حاج آقا ما بریم وارد بحث خود معرفت و اون مقیاس ها و اصولی که بیان می فرمودید بشیم، بحث مقیاس خلیفت اللهی یا اون اصل بله اصل خلیفت اللهی غیره، امشب کدوم بحث رو انشاءالله می خواهید باز بکنید و ما استفاده بکنیم؟ امشب انشاءالله یکی از اصول و قواعد مهم در باب ولایت معرفت اهل البیت علیهم السلام، باب اول ما یسأل، قاعده اول ما یسأل که متخذ از روایات و هم آیات قرآن. بله. که به حول قوه الهی انشاءالله توجهات آقا ولی است انشاءالله واردی میشه. در قرآن در سوره صافات آیه 40 آیه همچی اومده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقفوه منهم مسئولون. درست. نگه دارین اینها رو، روز قیامت به اعتداد میگن اینها رو نگه دارین، اینها مسئولون هستن، سوال باید بشه از اینها. در تفاسیر روایه شیعه روایت های زیادی صادر شده که این مسئولون عبارت اند از چه سوال خواهد شد؟ سوال ان ولایت علی علیه السلام. هم منابع عامه بله روایات اهل سنت و هم شیعه روایات زیادی در این باب آورده. مثلا روایتی است از ابو سعید خدری از پیغمبر عظیم الشأن اسلام که این روایت این سوال در مورد ولایت علی علیه السلام بله. از قدیمی ترین کتب که این رو ذکر کرده کتاب فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام مال احمد ابن محمد ابن عقده کوفی بله متوفای سال 332 هجری قرن چهارم، صفحه 9 این کتاب این رو آورد، از ابو سعید خدری که اهل سنت هم این رو قبول دارن، از پیغمبر اسلام نقل کرده. جای دیگه که این روایت اومده بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية بله. کتاب سید ابن طاووس احمد ابن موسی ابن طاووس متوفای 673 قمری، صفحه 472 این روایت رو آورد. کتاب ملاذ الاخبار فی فهم تحصیب الاحکام جلد 5 صفحه 217 و مصباح کف حمی صفحه 686 و در بعضی نسخش صفحه 694 این اومده که مال مرحوم تبرسیه. خب اما شرح این مطلب، وقفوه منهم مسئولون، اینها رو نگه دارید که اینها باید مورد سوال قرار بگیرن، باید مورد سوال قرار بگیرن. از شاید یکی از مطالب غلطی که در جامعه ما شایع شده، معلومه که از مخالفین مکتب اهل البیت علیهم السلام نشأت گرفته، اینه که شاید از دوران کودکی یاد دادن به عمده افراد که اول چیزی که در قیامت سوال میشه نماز. بله. این قبولت قبولت ماسواها بله. و این ردت ردت ماسواها، ابدا همچین چیزی نیست. عجب. مگر میشه که روز قیامت پروردگار متعال مسئله اعتقادات رو رها کنه بیاد و از مسئله فروع دین بپرسه؟ اول مسائل اعتقادی. فلذا روایت های بسیار شدیدی در این باب
وجود داره. حاج آقا ببخشید، حالا راجع به سوال کردن فرمودید که از اولین چیزی که سوال میشه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستش. در مورد این حدیثی که حالا خوندید یا این عبارت که خوندید، آیه قرآن آدرس روایت هاشو دادم که در شأن این آیه در این کتب همشون تصدیق کردن. این که میگه این قبولت ماسواها و این ردت ماسواها، یعنی یک همچین حدیثی اصلا نیست یا یک همچین سوال هست؟ منتها اولین سوال نیست. اگر اجازه بفرمایید تا اونجا برسیم ان شاء الله. اول آدرس این مطلب رو بدم که در کدوم منابع ما اومده که اول چیزی که سوال خواهد شد در موقف قیامت مسئله ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، ولایت امیرالمومنین و اولاد و طیبین و طاهرینشون هست. در کتاب اعتقادات مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه صفحه 195 در مورد همین آیه ذکر شده، وقفوهم انهم مسئولون، در ذیل این آیه اومد. باب الاعتقاد فی العقبات التي على طریق المحشر، در این باب اومد. دوم در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد هفتم صفحه 332 اومده که روایت نبوی اذا کان یوم القیامه یسأل فی القندره الاولى، به این شرح اومده. سوم کتاب کشف الیقین مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه صفحه 362. چهارم کتاب مرحوم محمد حسن مظفر در دلائل الصدق، چاپهای قدیمش جلد دومه صفحه 98، یا علی اول ما یسأل عنه القیامه، که به این عبارت شروع میشه. بله. در کتاب مناقب ابن شهرآشوب هم راجع به این مطالبی اومده، البرهان جلد 6 صفحه 413 ذیل آیه 24 سوره صافات اومده که روایتی الان تعمماً در این باب میخونیم. این روایت در کنز الفواید کراچکی هست، در تأویل الآیات و ظاهره مرحوم السرابادی اومده بازم، و در تأویل الآیات و ظاهره در ذیل سوره صافات اومده صفحه 493 و 494 این روایت اومده. روایت محمد بن موسای شیرازی در یک کتابش آورده، به اسنادش رفت داده تا رسیده روایت و اسناد معتبر به ابن عباس از پیغمبر عظیم شأن اسلام. خب وقتی روایت که به ابن عباس رسید، اهل سنت هم دیگه نمیتونن مطلبی اعتراض کنن به این. بله. چون ابن عباس رو قبول دارن به عنوان صحابی و حبر الامه. روایت اینطوره: قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه امر الله مالکن ان یسعر نیران السبع. وقتی روز قیامت میشه، پروردگار متعال مالک جهنم رو دستور میده که هفت طبقه جهنم رو شعله ور کنه. و یأمر رضوان ان یزخرف الجنان الثمان، و به مالک بهشت دستور میده هشت طبقه، هشت مقام بهشت رو آماده بکنه و زینت کنه. و یقول یا میکائیل مد صراط علی متن جهنم، ای میکائیل پل صراط رو آماده کن روی بر فراز جهنم، بر فراز جهنم. بله. احسن. و یقول یا جبرائیل انسب میزان العدل تحت العرش، جبرئیل میزان عدالت الهی رو تحت عرش الهی برگزار کن. درست. قرار. و یقول یا محمد صلی الله قرب امتک للحساب، به پیغمبر اسلام خطاب میشه، ای پیغمبر از اسلام امتت رو بیار برای حساب رسانی. ثم یعمر الله ان یعقد علی الصراط سبع قناطره طول كل قنطره 17000 فرسخ و علی كل قنطره 70000 ملک يسالون هذه الامه نساءهم ورجالهم في القنطره الاولى عن ولايه امير المؤمنين وحب اهل بيت محمد عليهم السلام. بعد که به پیغمبر اسلام امر کرد که پروردگار متعال امتت رو بیار برای حساب، پروردگار متعال امر میکنه که بر این پل صراطی که میکائیل نصب کرده هفت تا
پل بزنن، یعنی هفت قسمت بشه. حالا هفت پل به این میزنن، طول هر پلی 17,017 فلسخ، 17,000 فرسخ هست طول یک هر کدوم از این پل‌های هفتگانه. و علا کل قنطره 70,000 ملک، بر روی هر پلی هم 70,000 ملک ایستادن. کار این ملائکه چیه؟ یسالون هذه الامه نساءهم و رجالهم فی القندره الاولى عن ولایت امیر المؤمنین و حب اهل بیت محمد علیه السلام. 17 پل رو که باید این هفت پل رو که باید تیکه تیکه رد بشه، در موقف اول پل اول این 70,000 ملک اول از ولایت امیرالمؤمنین و محبت اهل بیت پیغمبر اسلام میپرسن، نه تنها محبتشون، ولایتشون. یعنی ولایت اللهی و سلطنت عامه مطلقه الهی اینها. کسی نگه که دوست دارم، نه، دوست داشتن نیست، حب نیست، ولایت بسیار معنیش متفاوت با این کلمه حب. از این میپرسن. فمن اتا بهی جاز القنطره الاولى کالبرق الخاطف، هر کسی که جواب داد به این ولایت، ولایت رو داشت و حتی بعضی روایات هست که براتی دارن، یک کارت مانند چیزی دارن، این رو نشون میدن و برات امیرالمؤمنین، از اون پل صراط رد میشن. هر کسی که این رو داشت، ولایت رو، مثل برق خاطف، این رعد و برق که چطوره سرعتش چقدر، مثل این رد میشه از این پل صراط. و حتی نسبت به اندازه ولایت و محبت اهل البیت علیهم السلام، طریقه عبور کردن افراد از این پل صراط فرق داره، ولو رد میشه، بعضی مثل برق خاطف، بعضی به سرعت، بعضی به آهستگی، بعضی حتی چهار دست و پا طی طریق میکنن. پس اون اجازه بفهمید بس که به اینجا رسید، دوستان در اتاق کنترل پخش زنده ای رو از داخل حرم آقا امام حسین هستن و اون فضایی که همکنون در داخل حرم هست تهیه کردن. خب به برکت همین روایت زیبایی هم که دارید میخونید، یک استراحت مختصر بکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، مجددا به بحث برگردیم با اذن شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هم ببینیم این تصاویر رو. آه به چشمای قشنگ تو حسادت میکنه، پسر خوشگل ارباب دل و غارت میکنه، پسر خوشگل ارباب دل تو آسمون اهل ولاب ماه دلار آمده، تو آسمون اهل ولاب ماه دلار، فرشته ها همه گل بپاشید یوسف زهرا اومده، فرشته ها همه گل بپاشید یوسف زهرا، مهدی زهرا خوش آمدیم، خوش آمدیم، خوش آمدیم. یاد بالا، من میدونم گرمه، میدونم هم که نفست میگیره تو این گرما، ولی خب حالش به همین عرق ریختنه. علی تو بگو. مهدی زهرا بگو، منم چاشتیش ذکر آقا عربی عبدالله. مهدی زهرا پاچون بگیر با ذکر آقا. میون شکوفه های باغ عشق مرتضا، قد و بالای قشنگ مهدی عشق به خدا، قد و بالای قشنگ مهدی عشق به خدا، از بس قشنگ دلبر من دلم میخواد پر بکشم، از بس قشنگ دلبر من دلم میخواد پر بکشم، امو ابل فضل شم میگه عزیز من فدات بشم، امو ابل فضل شم میگه عزیز من فدات بشم، تموم هستی مهدیون چشاتم میدونی، بگو تموم هستی
خب بینندگان عزیز، تصاویر زیبایی از ایوون طلای آقا امام حسین علیه السلام رو مشاهده کردید. حقیقتا جاتون خالی، تصاویر بسیار زیبا و دلنشینی هستش و زائرینی که همچون زنبور عسل دور کندوی خودشون میگردند و عرض ارادت میکنند. حقیقتا آقای امام حسین علیه السلام جمع کننده دل تمامی انسان هاست، نه فقط مسلمان، نه فقط شیعه ها، از تمامی ادیان، از تمامی فرقه ها. آقای امام حسین فقط به مسلمانان اختصاص نداره، نه فقط آقای امام حسین، تمامی اهل بیت عصمت و طهارت این بزرگواران، بزرگوارانی هستند که مختص و متعلق به تمامی بشریت هستند. هر کس که لیاقت داشت به هر اندازه از این بزرگواران کسب معرفت کرد نزدیکتر میشه، هر کس که دورتر مون دیگه تقصیر از خودشه، باید بره شرایط خودش رو ببینه که مشکل کار کجاست. انشالله که خداوند ما رو از عارفان به حق اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. حاج آقا ما در خدمتون هستیم برای ادامه این روایت زیبایی که میخوندید، در خدمتون هستیم. بقیه یه روایت از اینجا موند که در اولین پل از موقف از پل صراط از ولایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و محبت اهل بیت پیغمبر اسلام سوال میشه که هر کسی که جواب داد مثل برق خاطف رد میشه. و عرض کردیم نسبت به داشتن ولایت اهل بیت، چقدر ولایت اهل بیت در قلب کسی جایگاه داره، بله، میزان این ولایت چقدره و میزان محبتش به اهل بیت چقدره، سرعتش در پل صراط اون قدر بیشتر بسته به میزان از ارادت خودش. کسی یک مختصر یه محبتی بگه تو قلبم هست و در مورد اینکه مثلا نسبت به اهل بیت اطاعت کنه یا اینکه بخواد در راه اهل بیت انفاق کنه و به این مختصرش کفایت کنه، بگه آره ما یه مسمایی به دست آوردیم و کفایت میکنه، نه، میزانش فرق میکنه. روایاتی هست از وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت که اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاهل بیت، پیغمبر اسلام فرمود ثابت قدم ترین شما در پل صراط کسیه که بیشتر از همه محبتش به اهل بیت من بیشتر باشه و شدیدتر باشه. و این محبت هم محبت همراه با عمل، همراه با اون براءت، بحث براءت نشانه محبت واقعی اطاعت از اون شخص. بله، انسان مثلا به پدر مادرش بگه که من شما را دوست دارم ولی مطیعشون نباشه، مطیعشون نباشه، این معلومه که محبت واقعی نیست. انسان مثلا فرض کنی اگه به یک استادش، یه مرجع تقلیدی علاقه داره، خیلی مطیعشون نیست. بله، بلا تشبیه مقام امام به چیز دیگری. اجل و اگر محبتش واقعی باشه تمام وجودش رو وقف اونا میکنه. لازم نیست که حتما حضوری به چشم امام رو ببینه که به ایشون از دستور بده فلان مطلب رو انجام بده. خب تمام دستورات اینا فرمودن. بله. یا در مورد امام زمان به خصوص مسئولیت ما سنگینه. ما حضرت رو نمیبینیم، حضرت که ما رو میبینه. مگه لازمه ما شعار بدیم که روز کربلای بود و ما یا لیتنا کن نامک اینو بگیم؟ ولی خب امام زمان که هست، از دل ما هایی که میگی یا لیتنا کن نامک، بسم الله امام زمان هست، کمکش باش و از انصارش باش. فرضا ادعا بدون عمل مورد قبول نیست و امیرالمؤمنین سلام الله علیه میزان عمله، صراف عمل خودش که خوب تشخیص میده که ولایتش در قلب احدی به چه اندازه هست. و بعد فرمودن که و من لم يحب اهل بيته سقط على ام راسه في قعر جهنم، هر کسی که محبت اهل بیت من رو نداشته باشه، پیغمبر اسلام فرمود با سر على ام راسه، با این فرق سرش به جهنم میفته. ولو كان معه من اعمال البر عمل 70 صدیقا، ولو اینکه اونقدر اعمال صالح داشته باشه به اندازه 70 تا صدیق. بح. صدیق نظیر حضرت یوسف پیغمبره، نظیر 70 تا صدیق هم اعمال بر داشته باشه. بله. کسی که واقعا صدیق باشه که خب قبول میکنیم ولایتو، یعنی تا این اندازه هست. ما تقریبا 7 دقیقه 8 دقیقه دیگه پایان برنامه فرصت داریم. خدمتتون عرض کردم که ما انشالله این بحث رو بتونیم ببندیمش تا آخر برنامه نمونه چیزی از این مطلب حداقل. یا روایاتی دیگری هست مثل
نظیر این روایت از بله. ابن عباس که قال النبی صلی الله علیه و آله والذی بعثنی بالحق لا یقبل الله من عبد حسنة حتى يسأله عن حب علی ابن ابی طالب. پیغمبر اسلام فرمود هیچ عمل حسنی رو، عمل صالحی رو از کسی قبول نمی کنن تا اینکه از حب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه بپرسن. پس در حقیقت من فقط خیلی مختصر بگم، قبل از اینکه بحث نماز و سوال از بله. نماز باشه، سوال از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت اولین موقع ولایت اهل بیت. یک روایت مشابه این رو عرض کنم خدمت بینندگان محترم. روایت در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد هفتم صفحه 332. دوباره راوی حدیث باز شیخ طوسی علیه الرحمه است که در کتاب مصباح الانوار اومده حدیث رو میرسونه به اسنادش باز به عبدالله ابن عباس، بازم راوی ابن عباس. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا كان يوم القيامه اقف انا وعلي على الصراط وبيد كل واحد منا سيف فلا يمر احد من خلق الله الا سالناه عن ولايه علي فمن كان معه شيء منها نجا وفاز والا ضربنا عنقه والقيناه في النار. روايه آدرس ديگه در تاويل الايات الظاهره در ذيل همین آیه 40 سوره صافات حدیث ششم صفحه 494 اینجا هم اومد. پیغمبر اسلام فرمودن زمانی که روز قیامت میشه من و علی سر راه پل صراط وای میستیم، دست هر کدوم از ما یک شمشیری هست، احدی از خلق الله، صحبت مسلمین نیست، احدی از خلق الله از بد به خلق تا آخر قیامت، احدی از خلق الله از اونجا عبور نمی کنه که تا اینکه بخواد عبور کنه از ولایت علی علیه السلام سوال میکنی، نمیگه از توحید میپرسی، نمیگه از نبوت پیغمبر میپرسی، اول از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام میپرسی. چرا؟ چون کسی که ولایت رو داشته باشه قطعا توحید و نبوتش هم حله. فلذا اولین سوال از ولایت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. اگر چیزی ولو کمی از این ولایت داشت نجات پیدا میکنه، نجا و فازه و رستگار میشه بالاخره، حالا هر چقدر هم طول بکشه. و الا ضربنا عنقه، و الا حضرت پیغمبر اسلام فرمود که گردنش رو میزنیم ما و القیناه فی النار، و گردنش رو میزنیم و القیناه فی النار و میندازیمش ما این رو در جهنم. اینم یک نمونه روایتی بود که راجب باز اولین سوالی که در قیامت میشه عبارت از ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام. هر کس بدون مقام و منزلت اهل بیت رو الان از نه فقط از شیعیان ها جا، خیلی مختصر بگم حتی از دانشمندان غیر مسلمان، وقتی میان مطالعه میکنن تاریخ اهل بیت رو و سیره اهل بیت رو خودشون علاقمند میشن به اهل بیت، و چه بسیارن دانشمندانی که بعد از مطالعه سیره اهل بیت به مذهب حقیقی تشیع وارد شدن. من خیلی صحبت نمی کنم، فقط میخوام این رو بگم که بحث ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داشتن بحث زوری نیست، بحثی نیستش که طرف اجباراً و کرهن بخواد این مطلب رو داشته باشه. یک مقدار مطالعه بکنه، یک مقدار آشنا بشه با این بزرگواران، خود به خود دلش به سمت این بزرگواران روی خواهد کرد. 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اون روایتی هم سریع ان شاء الله بگیم که بقیه بحث رو باید فردا یک قسمت از این ادامه بدیم ان شاء الله. در باب این ولایت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و سلم 150 تا روایت اومده که به این مضمون که اسلام بر 5 چیز استوار شده بله. و یکی از اونا ولایت. مشابهش از ائمه اطهار علیهم السلام از ائمه مختلف صادر شد. روایتی از زراره، این در کتاب معالم الزلفا مال مرحوم سید هاشم بهرانی اومده جلد اول صفحه 90 حدیث 5. در کافی مرحوم کلینی جلد دوم صفحه 16 و حدیث 5 اومده و اسناد معتبر زراره نقل میکنه، زرارت ابن اعین که مقام بزرگی داره پیش بله. امام صادق و امام باقر صلوات الله علیه، از امام باقر صلوات الله سلام علیه که از حضرت فرمودن بنی الاسلام و علی خمسه اشیاء بله. این روایت خیلی خونده شده، تاکیدش اینجاست اسلام بر 5 ستون استوار شده. علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه،
نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره همچه شخص بزرگی میگه، پرسیدم که و اگه شیء من ذلک افضل، افضل این پنج تا کدوم یکیه؟ بله. حضرت فرمود امام باقر صلوات الله سلام علیه، الولایت افضل، ولایت از همه افضله. دلیلش هم فرمودن لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن، به خاطر اینکه مسئله ولایت کلید این پنج تاست و والی یعنی امام معصوم راهنمای به این بقیه است. اگر امام معصوم نبود ما احکام حج از کجا یاد میگرفتیم؟ کجای قرآن نوشته شده؟ بله. اگر امام معصوم نبود ما مثلا احکام صلات رو از کجای قرآن میتونستیم در بیاریم؟ اگر امام معصوم نبود احکام مثلا مبتلات روزه یا سایر احکام روزه رو چطور میتونستیم به دست بیاریم؟ فلذا امام راهنما و مرشد به این پنج تا دیگر، چهار تای دیگر هم هست. بسیار. ثم زرار میگه، پرسیدم که ثم الذی یلی ذلک بالفضل، بعدش چه چیزی ولایت رو تعقیب میکنه در فضیلت؟ اینجا حضرت فرمود فقال الصلاه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الصلاه عمود و دینکم. نماز پیغمبر صلی الله علیه و آله ستود دین شما. بعد از ولایت اهل بیت اعتقادی حل شد، نوبت میرسه به حساب کتاب احکام فطری. احسن حاجا، خیلی ممنون و متشکرم. مطالب بسیار ارزشمند و ارزنده بیان فرمودید و حقیقتا جا داره بگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بینندگان عزیز و ارجمند، از شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سرزمین عشق همراه بودید. باز هم تکرار میکنم، ما خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات شما خوبان رو دریافت بکنیم و انشالله سعی بکنیم مطالبی که علاقمند هستید به اونها رو بیشتر در برنامه های خودمون خدمت شما ارائه بدیم و بتونیم به این طریق خدمتی بکنیم به اهل بیت علیهم السلام و عاشقان اهل بیت علیهم السلام. فراموش نکنید راه‌های ارتباطی با شبکه امام حسین علیه السلام رو دوستان زیرنویس می‌کنند و میتونید در سایت و اینترنت هم از طریق حالا فیسبوک یا صفحه خود شبکه امام حسین با برنامه ارتباط برقرار بکنید. خوشحال میشیم، باز هم میگم نظرات شما رو داشته باشیم، اینجا هم نایب الزیاره شما هستیم. شما هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. برای برنامه های بعدی هم پای گیرنده های خودتون باشید تا انشالله برنامه های زیبای ویژه‌ای که مخصوص تولد آقا ما زمان علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف رو دوستان تهیه کردن رو از بین دو دیدگان خودتون انشالله بگذرونید. هر کجا که هستید پیروز و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارت. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین جان.